دست‌هایی که ساختن و ترویج دادن فرهنگ، ادبیات، هنر و علم. این خشت‌ها بعد از نیم قرن هنوز هم در خدمت آموزش کشور هستند. کالج دماوند. این بنا پلی بود بین آموزش و پرورش کشور آمریکای توسعه یافته و ایران در حال توسعه. بنا توسط ویلیام وسلی پیترز، معمار قهار کشور آمریکا که داماد و شاگرد فرانک لوید رایت بزرگ بود، طراحی و ساخته شد. این همکاری با بنیاد یکی از بزرگترین معماران جهان از 9 سال قبل آغاز گردیده بود، با ساخت نیمی از شهر کرج. مهشهر، باغ سیب، کاخ مروارید و کاخ مهرآفرین در شهر چالوس. اما اینک بنیاد فرانک لوید رایت ستون‌های پلی فرهنگی و علمی بین آمریکا و ایران را بنا می‌کرد. فرانسیس ام گری و دی ری هیسی راهبران لوکوموتیوی بودند که قرار بود بر روی این پل به حرکت در بیاید. پروفسور هیسی هم نماینده اصلی دانشگاه ایالتی کنت بود که در طول چند دهه تحصیل و تدریس ارتباطات بین فرهنگی در بیش از 15 کشور که ایران هم در این فهرست می‌گنجد تدریس کرد. در آن زمان که کشور ایران برای پیشرفت‌های علمی و هنری خود از خشت‌های کشورهای توسعه یافته استفاده می‌کرد، مصمم بود که خود را به نوک قله‌های علمی برساند و استادهای نابغه آمریکایی در این دانشگاه بسیار پیشرفته آموزش می‌دادند. آزمایشگاه‌ها و کتابخانه‌های بسیار بزرگی بنا شدند که گنج‌های علمی و هنری را در اختیار دانش آموختگان می‌گذاشتند. حتی در زمان فعلی نیز شاهد نتیجه این راهبردهای شکوهمند هستیم و بسیاری از مدیران و دانشمندان بزرگ دنیا ایرانی تبار هستند. پس از انقلاب اسلامی کشور ایران در سال 57 کتاب‌های ارزشمند کالج دماوند به کتابخانه دانشگاه علامه طباطبایی منتقل شدند و کالج دماوند همچنان در خدمت آموزش پرورش کشور است که نام آن به دانشگاه پیام نور دماوند بدل شده است. در سالهای اول بیشتر متون به زبان انگلیسی آموزش داده می‌شد که کمک می‌کرد دانشجویان ایرانی با تسلط به این زبان بین‌المللی بتوانند به منابع علمی و هنری در سایر نقاط جهان دست بیابند. ادبیات پارسی نیز در کنار ادبیات انگلیسی آموزش داده می‌شد که باعث قوت گرفتن دو سوی این پل علمی می‌شد. بررسی گذشته و پی بردن به این عملکردهای ارزشمند درس بزرگی برای نسل‌های آینده است که مردمان کشورها می‌توانند به جای دشمنی و کینه‌ورزی به خانه‌ها و شهرهای همدیگر در آن سوی جهان بروند و علم و تجربه‌های خود را با هم به اشتراک بگذارند و میزبان آنها در کوچه‌ها و شهرهای خود باشیم. از نردکشی سایت دانشگاه و سردر ورودی تا نحوه به کارگیری مصالح و کاشی‌ها و ساختمان‌ها، یادآور طرح دانشگاه ایالتی آریزونا و ساختمان بخش اداری مارین کانتی فرانک لوید رایت در کالیفرنیا بود که همزمان میراث غنی ایرانی را با بهترین فناوری معاصر ترکیب می‌کرد. در طرح جامع این کالج، سردر دانشگاه، 4 بلوک خوابگاهی، کتابخانه مرکزی، آمفی‌تئاتر، سلف سرویس، ساختمان اداری و کلاس‌ها، ساختمان پرسنل، ساختمان ریاست، سالن ورزش، پارکینگ‌های روباز دیده می‌شود. آنچه که چشم را در نگاه نخست به این طرح جذب می کند، طرح کلاس‌ها و ساختمان اداری حل شده در دل آنهاست که این مجموعه را به مفهومی ساختمان دیوار بدل می سازد.
این ساختمان ظاهری شش ضلعی دارد که نسبت به شمال جغرافیایی دوچار چرخش شده و نه نقاطی همچون شکافته می گردد و راه به درون اسرار علمی خود می دهد و دید به درون و پشت آن راحت نیست، خصوصا که پنجره های آن نیز بزرگ، مدور اما با ارتفاع زیادی از کف قرار گرفتند. اما آنچه تعجب برانگیز است و ما را در برداشت این مفهوم از دلیل و فلسفه این طراحی مردد می نماید، این است که ساختمان مقابل از کتابخانه، آمفی‌تئاتر و سلف سرویس محافظت می نماید. طراحان چشمه آب موجود در بخش شمال شرقی سایت را به عنوان محلی برای تجمیع و صحبت‌های دانشجویان دیدند و حول آن سکوهای جهت نشست، بحث و گفتگو و البته مطالعه تعبیه نمودند. با توجه به شیب تند زمین از شمال شرقی سایت یعنی محل چشمه تا سردر ورودی کالج در جنوب غربی سایت، جریان آب این چشمه به عنوان محوری قوی در طراحی سایت کالج دیده شده است. در انتها بد نیست اشاره نیز به سردر و دیوارهای محوطه‌ای این کالج نماییم. این سردر طراحی شده با اینکه از فرمی اکسپرسیونیستی اما از جنس آجر است و با کاشی‌کاری فیروزه‌ای و پنجره‌های مشبک خود را متعلق به ایران معرفی می‌نماید و این بناها می‌توانند درسی برای نوآموزان معماری باشد و این نکته را یادآوری کند که سردر حتما نباید از جنس بتن باشد. همچنین این گونه برداشت می شود که این سردر بسیار مؤدبانه در برابر فرهیختگان دانشگاهی ایستاده است، نه همچون قولی فریاد کنان یا قد علم کرده که تنها بخواهد هیبت خود را نمایش دهد. دیواره شرقی این سردر در تاریخ معماری ایران نمونه ای ندارد و منحصر به فرد است. این دیوار مؤدب آجری با درپوش آبی رنگ خود با اینکه بسیار متراژ اندکی دارد بی‌نظیر است و دیوارهای محوطه دانشگاه نیز از فرم مارپیچ برخوردار هستند که در تورفتگی ها با کاشت درخت فضای عبوری از کنار کالج را دلنشین نموده است. افزون بر این در بخش های دیوار صاف می گردد و ما نصب نرده های کالج دماوند پرسپکتیو هایی از خود را به عابران نمایش می دهند. اکثر مواقع این جلوه همان احجام استوانه‌ای قدرتمند می باشند.